غران دیکتاتوری ها نوشته نیکوس پلانتاسس تهیه شده در بنیاد آینه مقدمه اروپا در دو سال گذشته شاهد یک رشته رویدادهای با اهمیت بوده است. سرنگونی دیکتاتوری نظامی در پرتغال و یونان و تسریع زوال رژیم فرانکو در اسپانیا به نحوی که سرنگونی آن نیز همکنون در دستور روز قرار گرفته است. هم راهی که به سقوط دیکتاتوری ها در پرتغال و یونان انجامید، و هم فرایندی که همکنون در اسپانیا جریان دارد، مسائل مهمی را مطرح می سازد که فعلا قابل حل نیستند. محور اساسی مسائل بالا به این قرار است. رژیم پرتغال و یونان نه توسط یک جنبش آشکار و جپهی توده های خلق به شکل قیام سرنگون شدند و مانند فاشیسم ایتالیا و نازیسم آلمان به وسیله دخالت نظامی خارجی از بین رفتند. پس باید دید چه عواملی در سرنگونی این رژیم ها دارای نقش تعیین کننده بوده است و دخالت توده های مردم در این رابطه چه شکلی داشته است. اینها مسائلی نیستند که فقط در مورد پرتغال، یونان و اسپانیا مطرح باشند. این مسائل به ویژه در مورد کشورهای متعدد دیگری هم که به این کشورها از نقطه نظر رابطه وابستگی با کشورهای امپریالیستی شباهت دارند و مانند این کشورها به وسیله رژیم های استثنایی سرمایه داری مانند فاشیسم، بوناپارتیسم و حکومت نظامی مشخص می شوند صدق می کند. تنها کافی است که به نمونه های متعدد کشورهای آمریکای لاتین اشاره کنیم. در سایی که از اتفاقاتی که روی داده مانند یونان و پرتغال یا آغاز شده مانند اسپانیا می توان گرفت از اهمیت فوقلادهی برخوردار است. لاکن مسائل فوق به کشورهای به اصطلاح صنعتی و آزاد اروپایی نیز مربوط می شود. یونان، پرتغال و اسپانیا به وسیله نوع بسیار ویژه ای از وابستگی مشخص می شوند. این کشورها را دیگر نمی توان توسعه نیافته خواند. و تا آنجا که به ساخت اقتصادی اجتماعی آنها مربوط می شود، این کشورها در حوزه اروپایی قرار می گیرند. بنابراین، رویدادهای این کشورها دست کم در برخی از جنبه ها به طور مستقیم به دیگر کشورهای اروپایی مربوط می شود. در رساله حاضر سعی شده است به این مسائل پرداخته شود و حتی امکان پاسخی هر چند مقدماتی به دانها داده شود. لذا با توجه به هدف بالا و به منظور وضوح بیشتر باید به چند نکته اشاره کرد. یک قصد برام بوده که این رساله نوشته ای سیاسی تئوریک و محدود به مسائل اساسی فوق باشد و نه شرح تفصیلی این رژیم ها و سرنگونی آنها لذا این کتاب برای خوانندگانی نوشته شده که از یک آگاهی نسبی برخوردار باشند و دست کم رویدادهای این کشورها را با توجه سیاسی خاصی دنبال کرده باشند و بنابراین تا حدی بتوانند از توضیح وقایع صرف نظر کنند و ذهن خیش را متوجه شناخت علتها و تبیین آنها نمایند. محازا برای آنکه متن زیاد هم خسته کننده و بیروح نباشد، آنچه را که به زعم خود مهمترین عناصر مشخص میدانسته متذکر شدم و تلاش کردم که از خطر معمول این گونه تحلیل ها، یعنی درازگویی یا اختصار بیش از حد اجتناب ورزم. به نظر من سرنگونی رژیم های پرتغال و یونان و فرایندی که در اسپانیا آغاز شده است، دست کم تا آنجا که به مسائل اساسی مربوط می شود، خصوصیات مشترکی دارند. اما این خصوصیات مشترک اغلب با نمودهای این پدیده ها مطابقت ندارند که علت آن را توضیح خواهم داد. در این حال کشیدم به اختلافات مهم بپردازم. اما بالاتر از همه تلاش کردم که مشابهت را در نظر داشته باشم هرچند که این کار تا حدی متضمن الگو برداری باشد سه در این متن آگاهانه از پرداختن به یک مسئله عمده امتناع کردم و آن اینکه من بارها نقشی را که سازمان های چپ در این فرایندها ایفا کرده هند نشان دادم اما به جزئیات کنش های آن نپرداختم و خود را به تأثیر این کنش ها یعنی نقش خاص توده های مردم محدود نمودم. این کار بدان معنا نیست که من به کنش این سازمان ها کم بها به می دهم، بلکه دلیل کاملا متفاوتی دارد. برای آنکه به درستی به نقش آنها پرداخته می شد، لازم بود که به بحثی جامع از استراتژی های سیاسی و مسائل تئوری سیاسی مربوط به آنها پرداخته شود که این امر خود می تواند موضوع کتاب جداگانه ای باشد. در اینجا در مواجهه با خطر درازگویی یا اختصار بیش از حد تصمیم گرفتم که فعلا به این مسئله نپردازم. چهار بنابراین این رساله چیزی بیش از شرکت در بحثی که همینک درباره این رویدادها به ویژه در رابطه با فرایند دموکراتیزه شدن و درسهای حاصل از آن صورت میگیرد نیست. بالاتر از همه این رساله ادعا ندارد که راههایی را که این کشورها در آینده طی خواهند کرد مشخص می کند. و این به ویژه در مورد پرتغال که موازنه نیروها در آنجا هنوز تثبیت نشده بیشتر صدق می کند. از کار آخر اینکه خواننده بین مواضع و تحلیل های این نوشته و نوشته دیگرم که در سال 1970 تحت عنوان فاشیسم و دیکتاتوری منتشر شده اختلافی خواهد دید این اختلافات از سوی به ماهیت متفاوت موضوع مورد بررسی مربوط می شود زیرا در اینجا من از رژیم های دیکتاتوری نظامی سخن می گویم و نه فاشیسم به مفهوم خاص و دقیق کلمه که در دوران تاریخی متفاوتی یعنی در سالهای بین دو جنگ حاکم بوده است اما این اختلافات در عین حال تا حدی به تصیح تحلیل های پیشین من و واقعیت رویدادهای های انکار این کشورها مربوط می شود. از جمله آنکه در تجربه جنبش های ای در مقابله با رژیم های استثنایی سرمایه داری یا رژیم های جنگ آشکار علیه توده های خلق یک رشته از عناصر جدید دیده می شود. پاریس فوریه 1975 زمینه جهان امپریالیستی رویدادهای پرتغال و یونان و همچنین فرایندی که همکنون در اسپانیا آغاز شده تنها در متن جهان امروز به درستی قابل درک است به عبارت دیگر در متن مرحله جدید امپریالیسم و تأثیرات آن بر کشورهای اروپایی در محدوده اروپا پرتغال یونان و اسپانیا در واقع درجات متفاوتی از وابستگی مشخص ویژه این کشورها به کشورهای امپریالیستی مادر و ایالات متحده به عنوان مرکز تسلط امپریالیستی را نشان می‌دهند نسبت دادن واژه سنتی توسعه نیافته به این کشورها کاملا خطا است این کشورها با ساخت اجتماعی اقتصادیشان اکنون بخشی از اروپا هستند و نزدیکی آنها تنها نزدیکی جغرافیایی نیست. با اندکی حد، حتی می توان گفت که برخی از خصوصیات وابستگی جدیدی که این کشورها در رابطه با ایالات متحده و دیگر کشورهای اروپایی بازار مشترک نشان می دهند، در مرحله جدید امپریالیسم، مشخص کننده ی آن کشورهای اروپایی نیز هست که خود بخشی از متروپولهای امپریالیستی را در رابطه با ایالات متحده تشکیل میدهند. اما این بدین معنی نیست که پرتغال، اسپانیا و یونان دارای شکل خاصی از وابستگی نباشند. این در حقیقت یک خصیصه ویژه رویدادهایی است که حتی در این کشورها رخ داده است. این شکل خاص وابستگی که یک کارکرد تاریخ ویژه این کشور دو جنبه دارد. از یک سو به انباشت اولیه سرمایه در گذشته های دور مربوط می شود. انباشتی که در پرتغال و اسپانیا نتیجه استثمار مستعمرات و در یونان نتیجه استثمار کشورهای شرق مدیترانه است و این چیزی است که کشورهای مذکور را از نوع خاص وابستگی دیگر کشورهای تحت سلطه متمایز می سازد. از سوی دیگر به دلایل مختلف نتیجه صد شدن راه انباشت به موقع سرمایه بومی است که بدین ترتیب آنها را در کنار دیگر کشورهای وابسته به متروپول های امپریالیستی در مرحله کنونی امپریالیسم قرار می دهد. بنابراین ساخت جدید وابستگی های خاص این مرحله اهمیت فوقلادهی دارد. از این جهت خصوصیت اصلی مرحله کنونی امپریالیسم است. از همان دوران آغازین امپریالیسم مناسبات میان صورتبندی های اجتماعی ملی یعنی کشورهای متروپول و کشورهای تحت سلطه و وابسته با تقدم صدور سرمایه بر صدور کالاها مشخص می شود. این تعریف هنوز هم بسیار کلی است. در واقع صدور سرمایه بر طبق مراحل تکامل امپریالیسم نقش متغیری بازی می کند و این امر تنها در رابطه با تغییرات روابط تولید و پروسه های کار در سطح جهانی قابل درک است. در واقع در مراحل قبلی صدور سرمایه از کشورهای امپریالیستی به کشورهای وابسته عمدتا به کنترل مواد خام یعنی صنایع استخراجی و گسترش بازارها محدود میشد در ارتباط با این مسئله خط فاصل اصلی میان کشورهای متروپول و کشورهای تحت سلطه و وابسته اساساً خط فاصل میان کشاورزی و صنعت یا شهر و روستا بود. بدین گونه شیوه تولید سرمایه داری که به شکل انحصاریش در متروپول های امپریالیستی و زنجیر امپریالیستی به طور کلی مسلط بود هنوز در ادغام و تسلط بر روابط تولید در خود کشورهای وابسته موفق نشده بود. در درون این کشورها دیگر شیوه ها و اشکال تولید یعنی شیوه تولید فئودالی و شکل تولید خردپا مقاومت زیادی می کردند. هر چند زیر نفوذ روابط سرمایهداری به نحو مناسبی تغییر شکل دادند. این وضعیت تاثیرات اساسی بر ساخت اجتماعی اقتصادی و حتی سیاسی این کشورها گذاشت. خصوصیات نقش مقدم و برتر کشاورزی و استخراج مواد اولیه همراه با تأخیر مشخصی در فرایند صنعتی شدند که غالبا در واژه نادرست توسعه نیافتگی دیده می شود. نتیجه این امر از جانب طبقات تحت سلطه بدین قرار بود. الف زعفای متعدد و نخش های نسبتا اندک اجتماعی و سیاسی طبقه کارگر در رابطه با نقش اساسی دهقانان که هنوز تابع روابط تولید پیش از سرمایه داری بودند. ب. وضعیت کاملا خاص خورده برجوازی که در درون آن یک خرد برجوازی مهم سنتی منوفاکتوری صنعتکاران یعنی تولید خرد پا و تجارت و نقش اساسی یک خرد برجوازی دولتی یعنی عوامل دستگاه دولت به خاطر رشد انگلی بروکراسی دولتی که ویژه این وضعیت وابستگی است قابل تمایز است. و از سوی طبقات مسلط این وضعیت در یک ترکیب خاص بلوک قدرت که اغلب با واژه الیگارشی بیان می شود نشان داده می شود. زمینداران بزرگ که وزنه مهمی به شمار می رفتند در اتحاد با یک برجوازی بزرگ کاملا دلال یعنی کمپرادور که پایه اقتصادیش در کشور ضعیف بوده و عمدتا به عنوان یک واسطه تجاری و مالی برای نفوذ سرمایه خارجی امپریالیستی کار می کردن و کاملا به وسیله این سرمایه خارجی کنترل می شدند. مرحله کنونی امپریالیسم تغییرات عمده ای را به خود دیده است. تغییراتی که می توان گفت از سالهای پس از جنگ جهانی دوم آغاز می شود و تحکیم و باستولید گسترده آنها فقط در سالهای دهه شست صورت می گیرد. هنوز هم صدور سرمایه در خدمت کنترل مواد خام و گسترش بازارها بوده اما این امر دیگر کارکرد اصلی آن نیست امروزه کارکرد صدور سرمایه اساساً نیاز سرمایه انحصاری امپریالیستی و ارزش بخشیدن به خیش و در مقیاس جهانی سرچشمه می گیرد. امروز سرمایه هر امتیاز نسبی در زمینه استثمار مستقیم کار را به سود تبدیل می کند. آنچه که مطرح است یک خصوصیت ویژه از گرایش نرخ سود به کاهش و شرایط جدیدی است برای تثبیت یک نرخ متوسط سود در متن کنونی جهان. مقابله با این گرایش اساساً از طریق استثمار شدید کار در یک مقیاس جهانی یعنی افزایش نرخ استثمار به شکل ارزش اضافی نسبی به وسیله بالا بردن قدرت تولید کار نوآوری های تکنیکی و غیره صورت می گیرد. و این امر شامل باز تولید روابط تولید سرمایه داری در درون خود کشورهای وابسته می شود. کشورهایی که در آنها این روابط نیروی کار را در مقیاسی فزاینده تابع خود می سازد و در عین حال هم با اجتماعی شدن فوقلاده فرایندهای کار و هم با بین المللی شدن شدید سرمایه در مقیاس جهان انتباق دارد. این تغییرات برای کشورهای وابسته یا دستکم کم تعدادی از آنها نتایج مهمی را در بر دارد. در این کشورها سرمایه خارجی سرمایه گذاری شده بیش از پیش شکل سرمایه گذاری مستقیم در بخش سرمایه صنعتی مولد به خود می گیرد. سهم این سرمایه خارجی که در صنایع تبدیلی سرمایه گذاری می شود سریعا رو به افزایش است. موردی که در اینجا بیشتر قابل توجه است، مورد شرکت های بزرگ چند ملیتی است. هرچند که این تنها یک شاخص محدود پدیده مذکور به شمار می رود. این شرکت که اکثرا آمریکایی‌اند، در برخی از کشورهای وابسته به خاطر مساعد بودن هزینه های تولید بخش مهمی از محصولات تمام شده یعنی کاملا ساخته شده را که در بازار جهانی به فروش می رسانند تولید می کنند. این شرکت ها برای تکمیل تولیدات یا مرحله کاملی از تولید کلیشان را در کشورهای وابسته مستقر می کنند و یا محصولات تمام شدهشان را برای فروش محلی کلا به این کشورها وارد می کنند. اما این پدیده از مورد خاص شرکت های چند ملیتی بسیار فراتر می روید. زیرا مسئله این است که هدایت به کار انداختن سرمایه خارجی در این کشورها شامل فرایند های کار در اجتماعی شدن سرمایه داری این پروسه ها در مقیاس جهانی می شود. این سازماندهی جدید زنجیر امپریالیستی و وابستگی همراه با آن که یونان و اسپانیا نمونه های تیپیک آنند پرتغال تا حدی کمتر اساساً ساخت اقتصادی اجتماعی درون کشورهای تابع آن را تغییر می دهد. موقعیت آنها به عنوان کشورهایی تحت سلطه و وابسته دیگر صرفاً به معنای یک تقسیم سنتی بین آنها و متروپول امپریالیستی بر مبنای صنعت کشاورزی نیست. بلکه این وابستگی اکنون دقیقاً شامل صنعتی شدن آنها تحت حمایت سرمایه خارجی و انگیزه های آن می شود. روابط تولید سرمایه داری در این کشورها در مقیاس وسیعی باز تولید می شود. نیروی کار را تحت سلطه قرار می دهد و تجدید سازمان و حتی از محلال روابط پیش از سرمایه داری را تسریع می کند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اسپانیا و یونان و پرتغال که تازه به دنبال آنها راه افتادند از مدار کشورهای تحت سلطه و وابسته خارج نشدند چرا که از حالتی از به اصطلاح توسعه نیافتگی سر اند؟ منظور ما از توسعه نیافتگی در مقابل آن چیزی قرار دارد که ایدئولوژی توسعه کامل بدان معتقد است این کشورها زیر فشار سلطه وابستگی به سرمایه امپریالیستی خارجی نهایتا فقط چرخش جدیدی میابند. این وابستگی اکنون در برگیرنده واقعی سرمایه صنعتی تولیدی فرایندهای کار است که در سطح بین به آن مربوط می شود. و این در واقع پدیده صنعتی شدن وابسته است که در برخی از دیگر کشورهای وابسته به ویژه در کشورهای آمریکای لاتین این خصوصیات را داراست. یک این کشورها به اشکالی از صنعت محدود شدهاند که بر سطح نازل تکنولوژی مبتنی است. دو بازده کار در سطح پایین نگه داشته می شود و از طریق ادغام فرایندهای کار در اجتماعی شدن نیروهای مولده یعنی تولید ادغام شده کنترل می شود و این خود با توجه به گرایش دو قطبی نیروی کار ماهر و غیر ماهر که مشخصه سرمایه انحصاری است سبب می شود عدم مهارت به کشورهای تحت سلطه صادر شود و با تولید کار ماهر برای کشورهای سلطگر محفوظ بماند. 3. سودهای حاصله از تولید ارزش اضافی نیروی کار در کشورهای تحت سلطه در مقیاس وسیع به خارج از کشور صادر می شود. به استثمار توده های خلق از طریق به انداختن مولد سرمایه خارجی یک عنصر تکمیلی نیز اضافه می شود که در این صورت شامل نیروی کار واقعی این کشورها در بین المللی شدن جدید روابط سرمایه داری به عنوان یک کل می شود. صدور نیروی کار به متروپول های امپریالیستی، کارگران مهاجر، نیرویی که پرتغال و یونان و اسپانیا برای اروپاییان در سطحی وسیع فراهم می کند. این استثمار نیروی کار یک استثمار فوقالعاده واقعی توده های مردم به وسیله سرمایه امپریالیستی سلطگر است. این استثمار نه تنها به استثمار فوقلاده این کارگران در کشورهای میزبان محدود نمی شود، بلکه از آن مهمتر در هزینه آموزشی قرار دارد که کشورهای تحت سلطه سمره آن را به کشورهای سلطگر می دهند. علاوه بر این و ما دوباره به این مسئله باز خواهیم گشت. این مهاجرت وسیع که دقیقا زاییده فرایند صنعتی شدن نابهنجار این کشورها تحت تاثیر سرمایه خارجی است به وسیله جا جابجایی‌ها ها و عدم تمرکز های درونی ناشی از بازتولید روابط سرمایه داری مسلط تشدید می شود. بدین گونه سازماندهی جدید زنجیره استثمار و وابستگی امپریالیستی شکاف جدیدی میان کشورهای تحت سلطه و وابسته از یک سو و کشورهای امپریالیستی از سوی دیگر به وجود می آورد. در برخی از این کشورها صدور سرمایه به کنترل مواد خام و صدور کالا محدود می شود و تقسیم بین صنعت و کشاورزی همچنان به عنوان شکل مسلط استثمار به وسیله سرمایه خارجی ادامه می یابد در کشورهای ما این شکل کهن به تدریج عقب نشینی می کند و شکل جدید مسلط می شود.